با سلام به برنامه ایران و جهان در هفته ای که گذشت خوش آمدید در این برنامه نخواست در گزارشی به دور تازه حملات تند تندرو به دولت روحانی میپردازیم نگاهی داریم به گفته‌های اخیر قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران که گفته داعش به پایان عمرش نزدیک شده است از سی و سومین جشواره فیلم فرش خواهیم گفت و در پایان نیز با بهنام امینی خبرنگار ما در ترکیه همراه خواهیم بود که از موزه گیری رجب طیب اردوغان در خصوص مردود دانستن ادعای نسل کشی ارامنه میگوید با ما همراه باشید هفته گذشته چهره های تندروی مانند مهدی طائب، حیدر مصلحی و احمد جنتی از فرصت همزمانی با 36 امین سالگرد انقلاب استفاده کردند تا به بهانه سخن گفتن از آرمان انقلاب دور تازه از حملات خود علیه دولت و نیروهای میان رو را سازمان دهند. آقای طائب و مصلحی و جنتی در سخنانی همزمان با سال روز انقلاب و 57 از یادآوری آنچه صدور انقلاب و گسترش اسلام تحت رهبری علی خامنه ای می نامند استفاده کردند تا سیاست رسمی جمهوری اسلامی و نزدیکی و تلاش دولت روحانی برای نزدیکی به غرب را مورد حمله قرار دهند. این چهره ها همچنین دور تازه ای از حملات به اکبر حاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مسلحت را آغاز کردند. آقای مسلحی گفته است امروز در کشورهای منطقه همچون عراق، سوریه، مصر، یمن و شامات توسعه و گسترش بیداری اسلامی را شاهد هستیم. وزیر اطلاعات دولت احمدی نژاد گفته است امروز مقام معظم رهبری رهبری دنیای اسلام را بر عهده گرفتند و علمای کشورهای مسلمان نیز به این مهم اعتراف دارند. آقای مصلحی گفته است اسلام ناب محمدی همچنان در حال گسترش و نفوذ در کشورهای غربی و حتی اروپایی است وزیر سابق اطلاعات همچنین منتقدان داخلی حکومت ایران را به دشمنان خارجی پیوند داده و گفته است فتنه های سنگینی پیش رو خواهیم داشت و دشمن با توته های مختلف به دنبال تسلیم کردن ملت ایران است. آقای مسلحی همچنین از ناامنی در غرب استقبال کرده و گفته است فضای امنیتی فضایی است که روب و وحشت در آن حاکم است که امروز شاهد هستیم اروپا و آمریکا به چنین وضعیتی دچار شدهاند آقای تائب نیست که از رهبران جنگ نرم علیه منتقدان حکومت به شمار می رود گفته است اگر امام زمان در مشهد ظهور می کرد ما هیچ مشکلی نداشتیم اما ظهور در مکه است و مکه امن نیست آقای طائب گفته اوبامای خبیس و پست فرمانده کل قوای آمریکاست و اختیار همه سلاحهای ای در دستان اوست تا حضرت ظهور کند بعد از چند دقیقه مکه نابود می شود. آقای طائب همچنین به حمله علیه رهبران عربستان سعودی ادامه داده و همسو با سخنان پیشین احمد جنتی از مرگ ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی ابراز خوشحالی کرده است. آقای طائب گفته است تا دو ماه پیش دستور این آتش نزدیک با عبدالله پادشاه سابق عربستان بود، عبدالله واقعا قدر بود و یک کلمه پرت و پلا نمی گفت و قوی اداره می کرد. مرگ عبدالله برای ما فرقی ندارد اما آنچه ما را خوشحال کرد این است که عربستان در قلی بحران سازی و در حالی که خودش در بحران قرار داشت رئیسش عوض شد. بدترین کار در بحران تعویض مدیریت است و خدای متعال در حساسترین زمان عربستان را دچار تغییر مدیریت کرد. وی در خصوص پادشاه جدید عربستان گفت به جای عبدالله سلمان آمد که از لحاظ هوش درست نقطه مقابل عبدالله است. سلمان آلزایمر دارد. سخنان چهره های تند رو در حالی ابراز می شود که مقام های دو کشور ایران و عربستان می روابط دیپلماتیک خود را بهبود بخشند. روز سهشنبه سفیر عربستان در لبنان در مراسم جشن سفارت ایران در بیروت به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب حاضر شد. روزنامه دیلی استار لبنان با انتشار گزارشی از این مراسم این اقدام سفیر سعودی ها در بیروت را به عنوان نشانه مثبت از نزدیکی روابط تهران و ریاض دانست. این روزنامه به سخنان محمد فتحعلی سفیر ایران در لبنان در یک مصاحبه رادیویی نیز اشاره کرد و به نقل از سفیر ایران در لبنان نوشت ایران و عربستان دشمنان مشترکی چون داعش و اسرائیل دارند. سفیر ایران در لبنان با ابراز خوشبینی نسبت به احتمال بهبود روابط دو کشور ایران و عربستان گفت مشاهده ظهور نشانه های مثبت در افق روابط دو جانبه تهران دیاز هستیم. سفیر ایران همچنین در مورد بنبست انتخاب رئیس جمهور جدید لبنان نیز گفت خواسته ایران تداوم مذاکرات بین جناهای سیاسی لبنان به ویژه دو اعتلاف اصلی 8 و چهارده مارس یعنی حزب الله مورد حمایت ایران و جریان المستقبل مورد حمایت عربستان برای پایان دادن به بنبست انتخاب رئیس جمهور جدید است. به این ترتیب به نظر می رسد در دور تازه حملات تونروها در ایران همه چهره های میانه رو در سیاست خاور میانه در همه کشورها به طور همزمان هدف حملات تبلیغاتی تونروها قرار گرفتند. ابو بکر بغدادی رهبر دولت اسلامی موسوم به داعش این روزها به هدفی برای یک هماهنگی میان قدرتهای جهانی و ای تبدیل شده است. حالا پس از بارک اوباما رئیس جمهوری آمریکا قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران نیز از نزدیک شدن داعش به پایان عمرش خبر داده است قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در یکی از معدود اظهار نظرهای علنی خود گفت که داعش و سایر گروه های به گفته او تروریستی در عراق و سوریه به پایان عمر خود نزدیک می شوند. آقای سلیمانی روز پنجشنبه گفته است با توجه به شکست های سنگینی که داعش و سایر گروه های تروریستی در عراق و سوریه متحمل شده اند مطمئن هستیم که این گروهها به پایان عمر خود نزدیک می شوند. گروه حکومت اسلامی یا داعش پس از آنکه در هفته های اخیر نبرد بر سر شهر مرزی کوبانی و روستاهای اطراف آن در سوریه را به محافظان این شهر کردنشین باخته و ناگزیر به عقب از کوبانی شده است، دست به تحرکات تازه ای در غرب عراق زده است تا شاید بار دیگر موقعیت خود را تثبیت کند. در این حال قاسم سلیمانی می گوید که وجود گروه های تکفیری مانند داعش آخرین حربه استکبار است که با هدف خدشدار کردن شهره اسلام و برافروختن آتش فتنه و جنگ داخلی در میان مسلمانان شکل گرفته است. این سخنان آقای سلیمانی بار دیگر مسئله رقابت های داخلی در درون جبهه مخالفان داعش را مطرح می کند. مقامات جمهوری اسلامی پیش از این بارها گروه حکومت اسلامی را ساخته آمریکا و کشورهای غربی خواندند و از جمله آیت الله علی خامنه ای گفته است دولت بریتانیا داعش و القاعده را برای مقابله با جمهوری اسلامی و بیداری اسلامی درست کرده است. فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در ادامه اظهارات روز پنجشنبه خود همچنین تصریح کرده امروز نشانه های صدور انقلاب را در سرتاسر سر منطقه از بحرین و عراق گرفته تا سوریه و یمن و شمال آفریقا مشاهده می کنیم. ایران در نبرد داخلی سوریه جانب حکومت بشار اسد را گرفته و در عراق هم علیه گروه داعش فعال است. از سوی مقامات برخی از کشورهای عربی ایران را به دخالت در امور داخلی یمن و بهرین نیز متهم می کنند. اتهامی که ایران آن را رد کرده است. به این ترتیب آقای سلیمانی و متحدانش در عراق حضور ایران در یمن و سوریه را با های همکاری سپاه پاسداران با جبهه ضد داعش در عراق تلقی می کنند. روز گذشته فرمانده سپاه بدر عراق گفته است قاسم سلیمانی تجربه بسیار زیادی در مبارزه با القاعده در بوسنی، چچن و سوریه دارد. وی فردی شجاع است و با تمام مشاوران نظامی دیگر که تنها به دنبال کمکگیری از آمریکا برای مبارزه با داعش هستند، فرق دارد. هادی العامری گفته است هرگز برای رضایت آمریکایی‌ها نمی‌خواهم که سردار سلیمانی از عراق خارج شود و حضور وی در عراق طبق توافقات امنیتی با ایران است. اگر حمایت ایران از عراق نبود امروز ما در بغداد نبودیم به نظر می رسد همین رقابت های داخلی است که فرصتی را برای داعش پیش آورده است تا با انجام تحرکات تبلیغاتی به تثبیت موقعیت خود در میان بنیادگرایان مسلمان شد. گروه خلافت اسلامی روز پنجشنبه 23 بهمن ماه اعلام کرد که یک فرد عرب اسرائیلی را در میان جنگجویان خارجی خود شناسایی کرده که از طرف موساد برای جاسوسی به عضویت این گروه در آمده بود. به گزارش رویترز، اسرائیل و خانواده این مرد اظهارات گروه خلافت اسلامی را تکذیب کرده و گفتند که این فرد روبوده شده است. در مصاحبه که وبسایت دابق مجله انگلیسی زبان گروه خلافت اسلامی منتشر کرده، محمد مسلم 19 ساله میگوید با عضویت این گروه در سوریه درآمده تا اطلاعاتی درباره تجهیزات نظامی، پایگاه ها و افرادی که از فلسطین به عضویت این گروه در می آیند جمع کند و در اختیار اسرائیل قرار دهد. پدر محمد مسلم در واکنش به این خبر گفته است که پسرش جاسوس نیست و برای سفری تفریحی به ترکیه رفته و سپس ناپدید شده است. من ناشناس از سازمان اطلاعات و امنیت داخلی اسرائیل به رویترز گفته است که عرب اسرائیلی هایی که به سوریه سفر کرده و باز می غالباً غالبا توسط این سازمان درباره گروه های جهادی بازجویی می شوند. به این ترتیب داعش می کوشد اقدام خود را در چارچوب مبارزه با اسرائیل و هم پیمانانش قرار دهد تا بتواند از زمینه های موجود در منطقه استفاده کند. زمینه هایی که رئیس جمهوری آمریکا و وزیر دفاع تازه اش را واداشته است که بار دیگر تاکید کنند که جنگ با داعش نبردی نیست که به سرعت پایان یابد احمد خاتمی دبیر خبرگان رهبری حق نظارت خبرگان رهبری را مورد تردید قرار داده و گفته در قانون اساسی مسئله نظارت بر رهبری وجود ندارد و اصل سخن مراقبت از استمرار و داشتن شرایط رهبری است احمد خاتمی دبیر خبرگان رهبری بازی زیر سوال بردن حق نظارت خبرگان رهبری یکی از روشنترین بخش های قانون اساسی جمهوری اسلامی را مورد تردید قرار داده است. سخنان آقای احمد خاتمی چهار هفته پیش از مراسم انتخاب رئیس خبرگان رهبری ابراز شده است. انتخاب رئیس مجلس خبرگان رهبری پس از درگذشت محمد رضا مهدوی کنی صورت میگیرد کتابستان تابستان امسال پس از هفته ها که سالت در بیمارستان درگذشت از زمان درگذشت آقای مهدوی کنی محمود هاشمی شاهرودی نایب رئیس اول مجلس خبرگان ریاست موقت مجلس خبرگان را بر عهده داشته است اجلاس پیش روی مجلس خبرگان رهبری در 19 اسفند ماه در حالی برگزار می شود که قرار است حدود یک سال دیگر انتخابات پنجمین دوره آن همزمان با انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزار شود. بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، مجلس خبرگان رهبری اختیار ازل و نصب رهبر را دارد و در صورت درگذشته رهبر جانشین او را انتخاب می کند. کمیسیونی نیز در خبرگان رهبری وجود دارد که وظیفه آن نظارت بر رهبری است. احمد خاتمی میگوید من به مذاکرات در خصوص این اصل مراجعه کردم و متوجه شدم اصل این اصل بر این اساس بوده است که اگر کسی از نهاد رهبری شکایتی داشته باشد این شکایت کجا باید پیگیری شود یکی آنجا میگوید دادگاه های معمولی یکی شورای نگهبان را پیشنهاد می کند و یکی هم میگوید در این عرصه خبرگان رهبری ورود کنند و این شکایات را بررسی کنند اگر ببینند شکایت وارد است شرایط رهبری زیر سوال می رود و وی از مقام خود ازل می شود. در نهایت احمد خاتمی چنین نتیجه گیری می کند که در قانون اساسی مسئله نظارت بر رهبری وجود ندارد و اصل سخن مراقبت از استمرار و داشتن شرایط رهبری است. این تفسیر از قانون اساسی در مقابل دیدگاه کسانی مانند اکبر حاشمی رفسنجانی قرار دارد. که معتقد به حق خبرگان بر نظارت بر رهبری است این گروه میگویند دادن حق ازل و نصب رهبری به خبرگان به معنای این است که خبرگان باید بر رهبری نظارت کند به این ترتیب به نظر می رسد که مسئله حق نظارت به رهبری موضوع اصلی در انتخاب رئیس خبرگان رهبری باشد در اظهار نظری دیگر در همین زمینه مهدی طائب در سخنانی علیه اکبر هاشمی رفسنجانی از ریاست محمود شاهرودی بر خبرگان رهبری دفاع کرده است. آقای طائب گفته است بعضی میخواهند مجلس خبرگان را محدود کننده رهبری قرار دهند یعنی جایی که رهبری حرفی بزند جف سازی کنند. هاشمی رفسنجانی اینطوری بود. آقای طائب همچنین گفته است مشکل اساسی هاشمی این است که مسائل را دیر متوجه می شود یعنی صحبتی که الان نیاز است ده سال بعد متوجه می شود. به این ترتیب تندروها از همکنون با متهم کردن اکبر حاشمی رفسنجانی به نظارت بر رهبری و محدود کردن رهبری تبلیغات منفی علیه او در انتخابات رئیس خبرگان را آغاز کردند. آقای طائب در پاسخ به سؤالی در خصوص ریاست مجلس خبرگان گفت ریاست مجلس خبرگان در دوره اخیر به احتمال زیاد به آقای شاهرودی خواهد رسید. در دوره بعد بستگی دارد انتخابات چگونه برگزار شود؟ و چه کسانی بیایند اما پیش بینی من این است که دیگر رئیس مجلس خبرگان هاشمی رفسنجانی نخواهد شد مجلس خبرگان تهدید تغییر رهبری نداریم طائب همچنین گفته است ما در ایران کسی که بخواهد آقا را عوض کند نداریم در این کشور اگر آقا از فیلتر مردم نگذرد دیگران حتما نمیگذرند این روحانی نزدیک به بسیج همچنین گفته است مردم در رهبری چند معیار میخواهند که آن معیارها در شرایط کنونی اکسیر اعظم است کسی که علم مطلق است و واقعا مانند جامعیت آقا در دنیا نداریم یک نفر اینقدر قدرت دارد اما هیچ وقت از آن استفاده نمی کند. ما مثل این نداریم احمد خاتمی نیز طرفداران حق نظارت خبرگان رهبری را مخالفان رهبری دانسته و گفته است جالب است اینها در حالی مجلس خبرگان را تضعیف کنند که خیز گرفته اند خبرگان را بگیرند بنده به شما اطمینان می دهم بدانند مجلس خبرگان ولایی بوده ولایی میماند و خواهد ماند و البته خودشان هم معترف هستند نمی توانند اکثریت خبرگان را بگیرند می گویند اقلیت قدرتمند باید داشته باشند به آن من میگویم به اقلیت ولایت ستیز در خبرگان هم نخواهند رسید. احمد خاتمی پیش از این در تلاشی برای برکنار کردن اکبر حاشمی رفسنجانی از کاندیدا شدن او برای ریاست خبرگان گفته بود که او قصد شرکت در رقابت برای انتخاب رئیس خبرگان رهبری را ندارد. اما این سخنان احمد خاتمی از سوی دفتر آقای حاشمی رفسنجانی تکذیب شد. علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد میگوید جمع آوری دیش ماهواره نتیجه بخش نیست و هر جا دیش ماهواره جمع می شود دو روز بعد برمیگردد او همچنین مخالفان اصولگرای دولت را به حاشیه سازی متهم کرد علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد دولت حسن روحانی شامگاه شنبه 18 بهمن در سخنانی در گرمسار درباره آسیب پذیری فرهنگی جوانان گفت باید با موسون سازی آسیب پذیری فرهنگی جوانان کشور را به حد اقل برسانیم او جمعوری دیش های از پشت بام خانه ها را که زیر نام مبارزه تهاجم فرهنگی بیگانگان انجام می گیرد خواند و گفت نمی توانیم تمام دیش های ماهواره را از روی بام ها جمع کنیم و نمی شود شبکه های اجتماعی را به طور کامل بست. علی جنتی افسود هر جا دیش های ماهواره را جمع کردیم دو روز بعد دیش ها برگشت و انگار فقط برای کار و کاسبی نصاب ها دیش ها را جمع می کنیم. آقای جنتی گفت امروز قدرت های جهانی برای تمام کشورها نقشه دارند و به بهانه جهانی شدن میخواهند تمام ملت ها شبیه خودشان شوند یعنی حتی زبان و نوع لباس پوشیدن کشورهای جهان سومی مثل آنها شود. جنتی افسود چاره جز این نداریم که از نظر فرهنگی و دینی جوانان کشور را در برابر مسائل سوء فرهنگی واکسینه کنیم. قانون ممنوعیت به تجهیزات دریافت از ماهواره ده سال پیش در مجلس شورای اسلامی تصویب شده است. این قانون میگوید ورود، توزیع و استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره ممنوع است و وزارت کشور موظف است با استفاده از نیروهای انتظامی و یا نیروی مقاومت بسیج در اسرع وقت نسبت به جمعوری تجهیزات دریافت از ماهواره اقدام نماید. در ده سال گذشته نیروی انتظامی در نوبتهای مختلف با ورود به بام خانه ها دیشهای ماهواره ای را جمعوری کرده است. در اواخر دولت محمود احمدی نژاد این مأموریت به معموران یگان ویژه نیروی انتظامی سپرده شد که علاوه بر پشت بام ها با ورود به خانه های شهروندان از طریق هلیبورد دیشهای های ماهواره را از روی تراس و بالکن ها جمع آوری می کردند. وزیر ارشاد دولت حسن روحانی اذعان می کند که هیچ یک از این اقدامها ها نتوانسته مانع از استفاده مردم از ماهواره و شبکه های تلویزیونی خارجی شود. علی جنتی سال گذشته در نخستین روزهای تصدی پست وزارت فرهنگ و ارشاد عنوان کرد که بیش از دو سوم تهرانی ها از ماهواره استفاده میکنند. آقای جنتی گفت در گذشته برخی اقدامات در کشور انجام می که امروز خندهدار به نظر می رسد. کاری نکنیم که پنج سال دیگر به کارهای خود بخندیم. ذریب استفاده از ماهواره 71 درصد مردم تهران را شامل می شود. رسیدگی به این موضوع ضرورت عرصه علم و فناوری روز است که باید ببینیم با آسیب های این شبکه ها چگونه مقابله کنیم. وزیر ارشاد همچنین با اشاره به بینتیجه بودن پارازیت اندازی روی شبکه های محوره گفت در آینده نزدیک 2000 شبکه ماهوارهای روی تلفن‌های همراه به آسانی قابل دریافت خواهد بود. آیا برای مقابله با این پیشرفت ها هم از پارازیت استفاده خواهیم کرد یا راهکارهای دیگری داریم؟ علی جنتی همچنین در سخنرانی دیگری به آنچه هاشیه سازی علیه دولت خاند نیز واکنش نشان داد. در روزهای گذشته وزارت فرهنگ و ارشاد زیر فشار موجی از حملات رسانه های اصولگرا به دلیل انتشار آلبوم موسیقی تورا بوم و بر دوست دارم قرار داشت نوری همدانی، مکارم شیرازی و جعفر صبحانی سه مرجع تقلید قوم در مورد صدور مجوز به این آلبوم توسط وزارت ارشاد اعتراض کردند. آیت الله جعفر صبحانی نیز از وزیر فرهنگ و ارشاد انتقاد کرد که چرا مجوز تکخانی زنان را صادر کرده است جعفر صبحانی حتی پا فراتر گذاشت و علی جنتی را به صدور فتوا درباره تکخانی زنان متهم کرد او گفت بنده بسیار گلمند هستم که فرزند یک روحانی فتوایی درباره تکخانی بانوان میدهد وزارت ارشاد اما میگوید این آلبوم تکخانی زن نیست جنتی روز جمعه گفت آلبوم تو را ای کهن بوم بر دوست دارم توسط محسن کرامتی و نوشین تافی همخانی شده و در واقع تکخانی نبوده است. علی جنتی همچنین درباره حاشیه سازی های مخالفان دولت گفت من در 18 ماهی که در وزارت فرهنگ و ارشاد هستم احساس می کنم مجموعه هایی هستند که قاعدتا این دولت دولت منتخب آنها نیست و آنان کاندیدای دیگری دارند که در انتخابات ریاست جمهوری پیروز نشده است. تمام تلاش آنان این است که با دولت در حوزه های مختلف فرهنگی، هنری، اقتصادی، سیاست خارجی مقابله کنند و حتی برای این منظور اتاق عملیاتی را تشکیل دادند و به دنبال آن هستند تا با دولت در زمینه هنری مقابله کنند. وبسایت اصر ایران در تحلیلی زیر عنوان جریان دروغ سم مهلک نظام انقلاب و کشور در واکنش به اظهارات چند مرجع تقلید نوشت مراجع تقلید و نیروهای مذهبی در این ماجرا فریب خوردند. به نوشته این وبسایت جریانی با دروغ سازی قصد دارد وزارت ارشاد و در نهایت دولت حسن روحانی را تضعیف کند عصر ایران از مراجع تقلید خواست که خبرها را از مبادی رسمی و قابل اعتماد بررسی کنند تا از آسیبهای جریان دروغ در امان بمانند. سی و سومین جشنواره فیلم فجر با اهدای جوایز به برگزیدگان بخشهای مختلف به کار خود پایان داد. در این دوره فیلم رخ دیوانه از سوی هیئت داوران به عنوان بهترین فیلم انتخاب شد. فیلم سینمایی روخ دیوانه به کارگردانی ابوالحسن داوودی شامگاه چهارشنبه 22 بهمن با کسب پنج جایزه از جمله بهترین فیلم، بهترین کارگردانی و بهترین فیلم تماشاگران به عنوان رکورددار کسب جوایز 33 ومین جشنواره فیلم فرش شناخته شد. بیتا منصوری تهیه کننده فیلم رخ دیوانه جایزه بهترین فیلم سی و سومین جشنواره فیلم فجر را از آن خود کرد. روخ دیوانه روایت کننده داستان چند جوان است که در یک قرار اینترنتی با یکدیگر آشنا شده و به دنبال یک شوخی و شرط بندی در مسیری پیچیده و دلهور آور قرار می گیرند. سیمرغ بلورین جایزه ویژه هیئت داوران سی و سومین جشنواره فیلم فجر به جواد نوروز بیگی برای تهیه کنندگی سه فیلم بهمن اعترافات ذهن خطرناک من و من دیگو مارادونا هستم اعطا شد دیپلم افتخار جایزه ویژه هیئت داوران در بخش صدای سیمرغ به نیکی کریمی برای مجموعه بازیهایش و کارگردانی فیلم شیفت شب اهدا شد اختتامیه سی و, سی و, سی و جشنواره فیلم فجر در حالی برگزار شد که راه نیافتن آثار شماری از سینماگران نامدار به جشنواره امسال انتقادهایی را برانگیخته بود قیبت فیلم های استراحت مطلق ساخته عبدالرزا کاهانی نهنگ انبر به کارگردانی سامان مقدم دلم میخواد ساخته بهمن فرمان آرا دلتا ایکس به کارگردانی علی رزا امینی مادر قلب اتمی ساخته علی احمدزاده و تابو ساخته خسرو محسومی در میان آثار مسابقه جشنواره سوالاتی را درباره وجود ممیزی و سانسور ایجاد کرده است در جشنواره امسال برخلاف سالهای گذشته بخش بین الملل حذف شده بود باران کوسری بازیگر فیلم کوچه بینام نیز موفق شد سیمرغ بلورین بهترین بازیگر زن این جشنواره را دریافت کند فیلم کوچه بینام داستان دو همسایه در یکی از محله های جنوبی تهران را روایت می کند که به دلیل آرا و نظرات مختلف حتی در ساده ترین مسائل زندگی روزگار پرفراز و نشیبی را در عین همسایگی خود تجربه می کند. سعید آقاخانی بازیگر فیلم خداحافظی طولانی نیز سیمرغ بلورین بهترین بازیگر مرد سی و سومین جشنواره فیلم فجر را از آن خود کرد وی در حالی موفق به کسب به این جایزه شد که پیش از این هنرمندانی چون سیامک سفری برای فیلم اعترافات ذهن خطرناک من، محسن تنابنده برای فیلم ایران برگر، شهاب حسینی برای فیلم دوران عاشقی و حسین یاری برای فیلم مزار شریف به عنوان کاندیداهای این بخش معرفی شده بودند. فیلم خداحافظی طولانی ماجرای مردی را روایت می کند که از اتهام یک قتل جنجالی تبرئه شده است اما جامعه و اطرافیانش هنوز به او به چشم مجرم نگاه می کند. و در این میان روایت اصلی فیلم به رابطه عاطفی مرد و تلاش او برای حفظ زندگی شخصی، اجتماعی و عاطفیش می پردازد. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران در مراسم اختتامیه جشنواره فیلم فرش گفت: همراهی شما بهترین پاسخ به کسانی است که ایجاد فضای پرامید را در سینمای ایران برنمی‌تابند. علی جنتی افسود سقف فروش سینمای ایران در آخرین سال دولت گذشته 32 میلیون تومان بود. اما در ده ماه اخیر دولت یازدهم سهم این فروش 52 میلیون تومان بوده است که این اتفاق گویای همه چیز است در ماهای گذشته اکران هشت فیلم مورد اعتراض نمایندگان مجلس ایران قرار گرفته است و تعدادی از این فیلم ها از جمله عصبانی نیستم از دستور اکران خارج اند. سیمرغ بلورین بهترین فیلم برداری سی و سومین سو جشنواره فیلم فجر به علیرضا زرین دست برای فیلم برداری فیلم مزار شریف و علیرضا برازنده فیلم بردار فیلم دوران عاشقی اهدا شد. همچنین سیمرغ بلورین بهترین تدوین این دوره از جشنواره فیلم فجر به نیما جعفری جوزانی برای فیلم اصر یخبندان رسید. اسنادی فاش شده که نشان می‌دهد بانک بریتانیایی HSBC به مشتریانش در سوئیس کمک کرده که از پرداخت میلیون‌ها دلار مالیات فرار کنند. این بانک سالها از حساب مالی پولشویان و سیاستمداران فاسد و حامیان تروریست‌ها سود برده است. انتشار اسنادی از بانک بریتانیایی HSBC نشان میدهد که این بانک مبالغ زیادی از فرار مالیاتی مشتریان خود سود سرشاری برده است پس از فاش شدن هزاران سند شعبه سوئیس بانک بریتانیایی HSBC و بررسی آنها مشخص شده که این بانک از بیشتر اقدامات خلاف اطلاع داشته و آگاهانه سکوت کرده است این بانک از نظر بیلان مالی دومین بانک بزرگ جهان به حساب میآید اسناد به دست آمده به حساب حدود 100 هزار مشتری این بانک از 200 کشور جهان در سالهای 1988 تا 2007 در شعبه شهر ژنو سوئیس بانک بریتانیای HSBC هستند. این افراد در مجموع 75 میلیارد یورو در این بانک نگهداری می اسناد 35 هزار جلسه مشورتی مسئولان این بانک با مشتریان خود نشان دهنده آن هستند که این مسئولان سالهای متمادی به مشتریان خود یاد دادند چگونه دارایی و سرمایه گذاری های خود را در مقابل نهادهای مالیاتی کشورشان مخفی کنند در پی این افشاگری مالی مشخص شده است که سیاستمداران کنونی و گذشته بسیاری از کشورهای جهان از جمله بریتانیا روسیه هند کشورهای آفریقایی و کشورهای پادشاهی عرب در این رسوایی مالی شرکت داشتند مشورت های مالی مسئولان بانک بریتانیایی HSBC تنها مربوط به ورزشکاران بنام ستارگان دنیای موسیقی بازیگران هالیوود یا اعضای خانواده های ثروتمند نمی شده است. سنت های به دست آمده نشان می دهد که مقامات این بانک مشاوره های بسیاری نیز با تجار اسلحه سیاستمداران فاسد، قاچاقچیان و دیکتاتورهای جهان و حتی افرادی کردند که تمین کننده مالی رخدادهای تروریستی 11 سپتامبر 2001 میلادی در آمریکا بودند. شبکه فاشکننده این اطلاعات اعلام کرده است که بانک بریتانیایی HSBC از رابطه بانکی با تجار ای سود برده است تجاری که خمپاره برای کودکان سرباز در آفریقا ارسال کرده است بیشتر مشتریان در جلسات مشورتی از مسئولان بانک خواستند نامه ای برایشان ارسال نکند تا کسی متوجه ارتباط آنها با این بانک نشود اسناد موجود نشان دهنده آن هستند که بسیاری از مشتریان بانک بریتانیایی HSBC افرادی هستند که در عرصه های سیاسی کشورهای مختلف جهان بسیار پرنفوذند لی پنگ نخست وزیر پیشین چین یکی از کسانی بوده که در این بانک پول انباشت کرده است رشید محمد رشید وزیر پیشین تجارت و صنایع مصر و خیشاوند حسنی مبارک رئیس جمهوری سرنگون شده مصر از کسانی است که دو حدود سی میلیون دلار در این بانک نگهداری میکرد است وزیر پیشین تجارت مصر در سال 2012 در محاکمه قیابی به اتهام حیف و میل اموال دولتی به 15 سال حبس محکوم شد رامی مخلوف به دایی بشار اسد رئیس جمهوری سوریه نیز میلیون ها دلار به این بانک منتقل کرده است این تاجر سوری سال گذشته از طرف اتحادیه اروپا و دولت آمریکا به اتهام شرکت در فساد اداری تحریم شد. اسناد شعبه سوئیس بانک بریتانیای HSBC را یک کارمند پیشین این بانک در سال 2007 میلادی کپی و به فرانسه فرستاد. او در سال 2009 این اسناد را به نهادهای مالیاتی فرانسه واگذار کرد. هنوز مشخص نشده که چه مقدار از این اسناد تاکنون بررسی و ارزیابی شدند. مقامات بانک HSBC پس از افشاگری در ارتباط با اسناد در بیانیه چهار صفحه ای این اتهام را به گردن مسئولان شعبه سوئیس انداخته و اعلام کردند که آنها پس از ادغام در سال 1999 نتوانستند دیدگاه های بانک HSBC را به طور کامل پیاده کنند. آنها با پذیرش نبود کنترل در گذشته بر حسابهای بانکی اعلام کردند که شعبه سوئیس در گذشته حسابهای پرخطر فراوانی را جمعوری کرده بود اما اکنون حساب خود را از کلیه مشتریانی که مشکلات مالیاتی داشتند جدا کرده است. در میان مشتریان این بانک 2016 نفر آلمانی هستند که حدود 3 میلیارد یورو در این بانک نگهداری می کردن. بیشتر این افراد کارخانه داران صنعتی، تجار، اعضای خانواده‌های ثروتمند و همچنین سیاستمداران این کشور هستند. به نظر می رسد که بیشترین این افراد دارایی های خود را از نهادهای مالیاتی آلمان پنهان نگه داشتند تحقیقات در این باره اما هنوز ادامه دارد نهادهای مالیاتی دوازده کشور جهان پس از دستیابی به این اسناد موفق شدند تا کنون دست کم یک میلیارد یورو را به این کشورها بازگردانند ممنونم که ما را تا پایان برنامه همراهی کردید با ما از طریق وبسایت و صفحه فیسبوک ایران فردا با نشانی که بر روی صفحه تلویزیون ظاهر شده در تماس باشید و درباره برنامه نظر دهید تا هفته دیگر بدرود